بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز سلام، به ادامه جلسه درس مضمون بیولوژی صنف 11 هم شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که تا آخر جلسه ما را همراهی بکنید. شاگردای عزیز، عنوان را و درس را که امروز ما شما قرار است روی بحث داشته باشیم در رابطه با عملی آسموس در بدن انسان می باشد. شما در قدم اول کتاب های خود باز بکنید، صفحه 36 کتاب، عملی آسموس در بدن انسان. باز شده از همگی؟ پیدا کردین؟ بسیار عالی، تشکر. خب شاگردای عزیز، درسی روزی گذشته ما در رابطه با چی بود؟ آفرین، در رابطه با عملی آسموس یا آسموسیس بود و من براتون کارخانگی هم داده بودم و گفته بودم که عملی آسموس از جمله کدام نوع انتقال است. حل کردین؟ آفرین، عملی آسموس از جمله انتقالی غیر فعال در حجره به شمار میره و گفتیم که عملی آسموس هم تعریف بکنین. تعریف ما روی تخته هم نوشته کرده بودم و در کتاب هم می باشه و براتون کار عملی داده بودم، هم در رابطه با آسموز و هم در رابطه با عملی انتشار. خب شما چی نتیجه گرفتین؟ آفرین. ببینین، ما گفتیم که یک قسمت از شاخه نبات چیکار میکنین؟ در داخل پلاستیک. ببین این کار عملی، اگر ما توسط پلاستیک گفتیم اینی را اینجا بپوشانیم، این قسمتش را محکم بکنیم و بعد از ساعت ها اگر ما اینجا به یک سر بزنیم بررسی بکنیم، گفتیم طور که باید پلاستیک چکار باشه؟ پلاستیک باید خشک باشه، نه؟ بعد از یک مدت میبینیم که در اینی قسمت ها حتما قطرات چی جمع شده؟ قطرات آب جمع شده. آفرین. دلیلش چی است؟ دلیلش عملی تبخیر در نباتات. عملی چی؟ عملیه تبخیر. عملی تبخیر، تبخیر چه معنا داشت؟ اونایی بخار شدن. و این عملی تبخیر از طریق چی صورت میگیره؟ از طریق انتشار یا دیفیوژن صورت میگیره. صحیح شد؟ طوری که از استوماتاها آب چکار میکنه؟ به طرف بیرون میبره و فرار میکنه، گازات یعنی مولکول های خرد آب. درست شد؟ وقتی بیا به طرف کجا میره؟ به طرف بالا. حتما در این قسمت های پلاستیک آب چکار میشه؟ به شکل قطرات بسیار ریز جمع میشه. حالا فهمیدین عمل انتشار خودتان و همچنان ما در گیلاس هم برایتان نشان دادم در یک بیکر. ببینید، اگر ما و شما یک قطره آب در داخل چکار کرده بودیم؟ یک قطره رنگ در داخل یک بیکر از آب انداخته بودیم. ببینید اگر مدت زیاد سر از این تیر شوه، به اینی شکل کاملا این نفوذ میکنه، انتشار میکنه. یادت باشه شاگرد عزیز، یادتان باشه، متوجه باشین در این قسمت این مواد غلیظ نیست که به تمام قسمت ها میره، بلکه مواد رقیق یا مواد آبگین است. به خاطر که مولکول های آب فوق العاده سرعت داره میاد خطا میخواد. ببینید، من اینجا نشان میتونم براتون، اگر یک گلاس مد نظر بگیریم به شکل، ببین اگر ای تا این اندازه آب باشه و ما یک قطره رو در داخل از این چکار بکنیم، بیاندازیم یک قطره غلیظ را، اینجا مولکول های آب در حقیقت ایره انتشار میده. متوجه باشید، چون مولکول های آب بسیار خرد است در مایعات و این سرعت بالا هم داره. ببین این میاد، این میخوره، ایره رنگه میکنه، ایسو میاد باز، این میخوره، ایسو 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 به می شکل به می شکل به می شکل تا اینکه کل آب چیکار میکنه؟ بله، رنگه میکنه. پس در حقیقت مولکول های آب در حرکت است. درست شد؟ بله. و همچنان در رابطه به عملی آسموز گپ زدیم و کارخانگی که داده بودم کار عملی هم در رابطه به کشمش و آب بود. حتما چه کار شده؟ حتما کشمش ها یک ذره شب کندیده کلان شده. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که مولکول های آب در بیرون، شما ببینید اگر این ما ظرف مد نظر بگیریم، در داخل ازی گفته بودم پر از آب بکنین و کشمش به این شکل، به این شکل چملوب در اینجا قرار داره و چون ما انمی آب مولکول هاش در بیرون کشمش زیاد است، اما در داخل کشمش چی هست؟ کم است. و غشای کشمش، این کشمش خودش یک حجره نیست، اما اونم خاصیت را داره، دیگه سیر نیمه قابل نفوذ است. آب از جایی که مولکول هاش زیاد است و جایی که مولکول هاش کم است چکار میکنه؟ نفوذ میکنه و انتشار میکنه از طریق فشار آسموس. درست است؟ وقتی که میه این کشمش به نشه کلان میشه و میپونده. پس شما عملی آسموس به شکل عملی و تجربه خودتان حتما کار کردید. آفرین. خب شما در گوشه تخته مشاهده بکنید، عنوان امروزی ما شما در رابطه به عملیه
آسموس. عملی چه؟ عملی آسموس. ببخشید اینجا عملی آسموس در بدن انسان و حجرات نباتی. عنوان امروز ما شما عملی آسموس در حجرات در بدن انسان و حجرات نباتی می باشد. خب شاگرد عزیز ببینید عملی آسموس در بدن انسان ما شما به شکل یک تجربه و همچنان به شکل یک قصه مانند ما براتون میگم. شما اگر رگهای خون مد نظر بگیرید صحیح شد ببینید رگهای خون این را به شکل رگهای خون در داخل رگهای خون چه وجود داره؟ خون وجود داره و در داخل خود خون حاوی دو قسمت یک پلازما است یک قسمت حجراتش است که از جمله حجرات چی هست؟ حجرات سرخ خون است یا کرویات سرخ کرویات سرخ خون است. ببینید زمانی که ما شما آب می نوشیم نوش جان می کنیم این می از طریق سیستم هاضمه در امعای بزرگ جذب میشه در کجا در داخل خون میه و زمانی که در قسمت آمد یادتون باشه اگر غلظت حجرات با مایعات داخل بدن مساوی نباشه اگر غلظت دو طرف مساوی نباشه یک طرف اگر خون باشه و یک طرف اگر بیرون باشه صحیح شد اگر این دو تا مساوی نباشه حتما چی کار میشه حتما آب از داخل از خارج به داخل حجرات میه و حجرات رو گفتیم که میپونده زمانی که پونده چیکار میشه اینا میترگه پاره میشه اما خوشبختانه ببینید خداوند بزرگ چیکار کرده غلظت مایعات داخل بدن و همچنان غلظت اونمو مواد های داخل حجره را چیکار کرده مساوی هست اردویش مساوی جور کرده طوری که اینا خراب نشه و همچنان حجرات ما شما پاره نشوه صحیح شد پس غلظت یا عمل آسموس در بدن انسان طوری است که غلظت اونمو محیط و در داخل حجره اردویش برابر است و الا مواد در داخل حجره غلظتش کم شوه و زمان که غلظتش کم شد یک مقدار آب از طریق غشایی که نیمه قابل نفوذ است و نفوذ انتخابی هم داره به داخل حجره نفوذ میکنه و تا اونمو محتاج حجره چه شوه مرفوع شوه صحیح شد خب و همچنان ما و شما عملی آسموس در حجرات نباتی اگر مد نظر بگیریم ببینید در حجرات نباتی اگر یک حجره نباتی رو ما و شما در نظر داشته باشیم ببینید در نباتات بر علاوه که غشای حجروی وجود دارد دیوار حجروی همچی هست وجود دارد صحیح شد که این دیوار حجروی چی وظیفه داره یک وظیفه محافظت را داره و همچنان وظیفه عبور و مرور مواد و همچنان تعیین شکل می داشته باشد درست است بسیار عالی اگر یک حجره نباتی ما شما مد نظر بگیریم عملی آسموس در اینجا چگونه صورت میگیره ببین عملی آسموس این رقم است آب می از داخل از خارج به داخل می می حجره میپونده کلان میشه صحیح شد حجره کلان میشه حجره کلان میشه و دیوار حجروی هم یک مقدار خود باز میکنه اما در نباتات نمیترکه حجراتش دلیلش چی هست؟ دلیلش ای است که حجرات نباتی از دیواری حجروی چی جور شده؟ سلولوزی سلولوز است دیگه نه؟ سلولوز چی است؟ سلولوز خودش قندی چندین قیمته است درست است؟ پس عمل آسموس در حجرات نباتی صورت میگیره میپونده اما به دلیل دیوار حجروی که وجود داره حجره نمیترکه صحیح شد آفرین به خاطر که این دیوار حجروی از سلولوز جور شده و این سلولوز فوق العاده سخت و محکم چون تعیین شکل کرده صحیح شد اما در تمام نباتات این صدق نمیکنه در بعضی نباتات بخصوص در نباتاتی یا دونمو نباتات علفی این صدق نمیکنه به خاطر چی به خاطر که دیوار سلولوز اونو مقاوم محکم نمی باشه و اینا هماره چیکار میکنه تبخیر میکنه مثالش ببینید اگر ما و شما یک نبات جواری رو مد نظر بگیریم یک نبات جواری شما مد نظر بگیریم این چیکار میشه زمانی که عمل آسموس انجام میشه می آب در داخل حجرات انزیمی برگ های جواری اما اینجا تبخیر صورت میگیره از طرف روز چون هوا گرم است تبخیر صورت میگیره صحیح شد چون اینا استوماتا دارن دیگه یعنی تبخیر صورت میگیره زمانی که تبخیر صورت گرفت ببینید اینی برگ ها چی میشه این به این شکل
وی اینا یعنی نوعی چملک میشه یا اینا امو استحکامیت خود از دست میده. به خاطر چی؟ به خاطر که در این قسمت عملیه تبخیر صورت میگیره و عملیه انتشار صورت میگیره. آبها از طریق حجرات از داخل حجرات به طرف بیرون چیکار میشه؟ فرار میکنه. صحیح شد؟ پس تبخیر ببخشید عملیه آسموز در حجرات نباتی صورت میگیره، اما حجرات دیوارش نمیترکه. اما به خاطر که عملیه تبخیر در نباتات صورت میگیره، این آب دائما در نباتات ذخیره نمیشه. صحیح شد؟ اما در به صورت عموم در حجرات نباتی، چون ما گفتیم که واکیول ها در حجرات نباتی نسبت به حجرات حیوانی چی هست؟ بزرگتر است. ببینید اگر حجره نباتی رو شما مد نظر بگیریم، واکیول ها به شکل فرورفتکه ها یا به شکل خریطه ها گفتیم در نباتات هم تعدادش زیاد است و هم جسامتش کلانتر است. یک مقدار آب زیاد در داخل اینمی واکیول ها چیکار میشه؟ ذخیره میشه. به خاطر که وظیفه واکیول ها چی بود؟ ذخیره مواد از جمله آب بود. درست است؟ پس عملی آسموز در حجرات نباتی هم صورت میگیره، اما به خاطر داشتن دیوار حجروی، دیوار خود حجره نمیترکه، پاره نمیشه. اما به وسیله عملی تبخیر آب یک مقدارش خارج میشه و باعث پژمردگی برگ ها و حجرات نباتی میشه. صحیح شد؟ خب میم روی اهمیت عملیه آسموزیس گپ میزنیم. روی چی؟ اهمیت عملیه آسموز. عنوان بعدی. خب ببینید شاگردان عزیز، اگر کاملا شما در رابطه با درس روز قبلی و امروز خوب صحیح اگر دقت کرده باشین، عمل آسموز در عبور و مرور موادها از داخل به بیرون و از بیرون به داخل رول اساسی رو داره. پس حجره ببینید این حجرات است دیگه، نه این حجرات است که روی همدیگه قرار گرفته، این خلاهای بین الحجروی می باشد. از طریق عمل آسموز موادها داخل حجره میشه. پس اگر عملی آسموز نباشه، موادها داخل حجره شده نمیتونه. ببین وقتی که حجره به آب نیاز پیدا بکنه، آب وقت ما می نوشیم در خلاهای بین الحجروی، وقتی که به خلاهای بین الحجروی اینجا آب آمد چه کار میشه؟ حجره وقتی که نیاز به آب داشته باشه، چون اینجا مولکول های آب زیاد است، غشای حجره هم نیمه قابل نفوذ هست و در داخل حجره هم نیاز داره که آب باید باشه، چون تعاملات صورت میگیره باید آب داخل شود. اگر عملی آسموز نباشه، آب داخل شده میتونه؟ نمیتونه. پس عملی آسموز در عبور و مرور آب و موادها از خارج به داخل و از داخل به خارج فوق العاده از اهمیت خاص برخوردار است. پس ما گفته میتونیم که عملی چی است؟ حیاتی میباشه که واسطه از آب داخل میشه. صحیح شد؟ بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما و شما به همینجا به پایان میرسه. ما شما در رابطه به عملیه آسموز گپ زدیم، گفتیم که عملیه ببینید هدف سه جلسه، یکی دو جلسه قبلی و این جلسه امروزی تقریبا یکی است. صحیح شد؟ هدف ما چی است؟ آشنایی با عمل آسموز و انتشار و عبور و مرور مواد است. درست است؟ خب امروز امیدوارم که شما به هدف رسیده باشین. عمل آسموز در بدن و حجرات نباتی، ما گفتیم که عمل آبها و موادها از طریق عمل آسموز به داخل حجرات میشه و اضافیش دوباره به خارج میره و همچنان در حجرات نباتی هم به این شکل، البته با این تفاوت که اگر حجره نباتی به داخل آب هم مانده شه و اینا میپونده، اما پاره نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر که دیواری حجروی داره. اهمیتش هم ما میگیم که اهمیت حیاتی داره، به خاطر که آب از طریق عملی آسموز یا فشار آسموتیک به داخل حجرات میشه. صحیح شد؟ کارخانگی میتونم شما کارخانگی را در خانه انجام بدین. سوال اول، عملی آسموز را در بدن انسان ها با یک مثال از حجرات واضح سازید. سوال دوم، آیا عملی آسموز برای زندگی انسان ها اهمیت دارد؟ تحلیل کنید. سوال چهارم،
عملی آسموس را در یک ترسیمی از حجرات نشان دهید. شاگرد عزیزی کارخانگی تان است، قبل از این کارخانگی را انجام بتین، یک بار دو بار درس مرور بکنین پیش خود و در کارهای خانه و در کارهای خانگی با فامیل و همچنان بیادرها و خواهرهای کوچکتان کمک بکنین تا دیدار بعدی و جلسه بعدی مضمون بیولوژی سنف 11 شما رو به الله پاک میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.